دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. آقای دکتر افضلی سلام و عرض ادب. آقای دکتر، گزارش را با هم دیدیم. به نظر شما چرا برخی کشورها با چشم بستن بر جنایات طالبان منافع اقتصادی خود را بر حقایق ترجیح میدن؟ بفرمایید. سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. با عرض پوزش که در دسترس بودم، در این مورد دو موضوع مطرح است. اول اینکه این کشورها منافع اقتصادی رو ترجیح میدن بر مسائل امنیتی و همینطور نقض حقوق بشری که توسط این گروه اتفاق میفته و همچنین در لیست سیاه سازمان ملل متحد، همینطور سایر سازمان‌های بین‌المللی هست. لذا اینها منافع اقتصادی که براشون محتمل هست رو ترجیح میدن. و دوم اینکه این کشورها خودشون به نوعی ناقضین حقوق بشر هستن، یعنی کشورهایی هستن که دموکراسی فقط یک شکل و شمایل اون باقی است. در حقیقت در این کشورها اون مردم سالاری یا احترام به حقوق مردم به اون مفهومی که باید وجود داشته باشه وجود نداره. و همچنین اینکه این کشورها بیشتر مبتنی بر سیاست‌های روسیه حرکت می‌کنند و روسیه چون سیاستش تعامل با گروه طالبان هست تا بتونه این گروه را با خودش نگه داره در برابر کشورهای غربی و کشورهای آسیایی، هم آسیای میانه هم تمایل دارن که از اون سیاست‌های روسیه پیروی کنن تا روابطشون با روسیه هم همچنان برقرار بمونه. بنابراین این کشورها براشون این مهم نیست که این گروه چنان رفتارهای ضد بشری رو انجام میده و تلاش دارن که از منافع اقتصادی که احتمالاً وجود داره و در آینده وجود خواهد داشت استفاده بکنن. بله، سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.